معاون سیاسی وزارت خارجه ایران بدین باور است که بروند سال در افغانستان باید با گفتگوهای میان افغانان پرداخته شود. سید عباس عراقچی می گوید که عوامل گوناگون ایران را نسبت به برنامه صلح آمریکا با طالبان ناامید می سازد. ما معتقد هستیم که به آمریکا نباید اعتماد کرد و معتقد هستیم که حضور آمریکا در منطقه حضور خطرناکی هست و باعث اختلافات زیاد خواهد شد. آمریکا که خودش رو متحد افغانستان حساب میکنه با طالبان مذاکره کرده، معامله کرده و توافق کرده. ما با طالبان هیچ رابطه ای به این شکل نداریم. عراقچی میپذیرد که ایران با طالبان در تماس است، اما وی تاکید میورزد که کشورش با این گروه رابطه نظاممندی ندارد. شاید چندین سال هست که ما همونطور که با همه گروه ها تماس داشتیم، با اونها هم تماس داشتیم، نظراتشون شنیدیم، نظرات خودمون رو هم گفتیم. در یه مقطعی هم نماینده اونها به ایران سفر کرد، من باش صحبت کردم، با من گفتگو کرد. یک بار دیگر هم نماینده دیگری آمد که با وزیر خارجه ما ملاقات کرد. در امین آلوی در واکنش به گزارش هایی که در چند سال اخیر درباره حضور مهاجران افغان مقیم در ایران در جنگ سوریه پخش شدند، عملکرد این جنگجویان را می ستاید. نیروهایی که به عنوان فاطمیون شناخته میشن، اینها ایثارگرانی هستند که خون خودشون رو برای امنیت افغانستان و امنیت منطقه دادن و قابل تقدیر هستند. هیچ زور و اجباری هم در کار نبود. در بیشتر از دو ماه اخیر دو رویداد غرق شدن شماری از شهروندان افغانستان در آبهای مرزی ایران و نیز تیراندازی بر موتر حامل پناهجویان افغان در استان یزد ایران یک بار دیگر انتقادهایی را درباره آنچه که بدرفتاری ها در برابر افغانان در ایران گفته می شود برانگیختند. اما معاون سیاسی وزارت خارجه ایران این رویدادها را نشانه از سیاست کشورش در برخورد با مهاجران نمی داند. کاری بکنیم که احتمال این حوادث به حداقل برسه. مهمترین کار این هستش که یک روال قانونی برای حضور اتباع خارجی و اتباع افغانی در ایران ایجاد بکنیم. در این گفتگو سید عباس عراقچی افغانستان را به اداره نکردن مرزهایش با ایران متهم می‌سازد و امین را یکی از علتهای رفت آمد غیرقانونی افغانان به ایران و بروز برخی از مشکلات می‌داند. خدا بهت می‌دهد.